به نام یاد خدای بزرگ و درود خدمت همه محصلان عزیز و به امید تندرستی و سلامتی همگیتان. از چهارمین جلسه مضمون مبانی علم سیاست دو بنده در خدمت شما قرار دارم. در جلسه امروزی و یا موضوعاتی که امروز در مورد آن بحث خواهیم کرد در مورد حق و حقوق می باشد. یکی از مفاهیم اساسی علم سیاست که عبارت است از مساوات، در جلسات قبلی صحبت مفصل پیرامون آن شد و در جلسه امروزی در مورد یکی از مفاهیم اساسی و یا بنیادی دیگر که عبارت است از حق و حقوق در مورد آن بحث خواهد شد. قبل از اینکه در مورد مفهوم شناسی و چیستی حق صحبت نمایم، قابل تذکر می باشد که یکی از مفاهیم دیگر که عبارت است از آزادی طبق کتابی که همه شما در اختیار داریم، قبل از موضوع مساوات می باشد و بنده فکر نمودم که در سمستر قبلی در مورد آزادی صحبت نمودم. به این خاطر مسئله آزادی و یا مفهوم آزادی و یا مبحث آزادی در سمستر دوم مورد مطالعه قرار نگرفت. ولی با توجه به اینکه شماری از معسلین تماس که با بنده داشتن ادعا نمودن که آزادی رو در سمستر قبلی نخواندن و به این خاطر مفهوم آزادی انشاءالله که در این سمستر در مورد آن بحث خواهد شد. به عبارت دیگر مبحث آزادی انشاءالله بعد از ختم مبحث حقوق مورد مطالعه قرار خواهیم داد. البته در مورد آزادی میبخشم، در مورد حق و حقوق تعریف متعددی شده که این تعریف انشاءالله به بحث میگیریم و پیرامون هر کدام صحبت مفصل خواهم داشت. در اولین تعریفی که در مورد حق و یا حقوق شده، همان قسمی که شما خوب میدانید، حقوق جمع حق میباشد و حق معنای تحت لفظی آن درستی و صحت و بالاخره راستی می باشد. ولی در از مود حقوقی و از مود سیاسی کلمه حق، مفهوم آن و یا تعریف آن تا اندازه متفاوت می باشد. پس در لغت حق به معنای درستی، راستی و صحت می باشد و در اصطلاح از بعد سیاسی در مورد حق و حقوق تعاریف متعددی شده است. قابل تذکر می باشد که خود حقوق نیز به دو مفهوم استفاده می شود. یکی از مفاهیم حقوق مترادف و یا مرادف قانون می باشد و یا قوانین می باشد. پس یک معنای حقوق، حقوق در یک معنا به معنای قوانین می باشد که بحث ما و شما قانون و یا قوانین نیست و بحث ما و شما از حقوق جمع حق می باشد که حق در اینجا عبارت از ادعا می باشد. یعنی موضوعی که من و شما در مورد آن صحبت می نماییم قانون و یا قوانین نیست، بلکه یک سلسله امتیازات و ادعایی می باشد که در جوامع بشری وجود دارد و مورد پذیرش جوامع بشری شده است. پس حقوق در اینجا جمع حق می باشد و حق در مورد حق تعریف متفاوتی شده است. یکی از تعریفی که در مورد حق شده است، حق را به معنای ادعای شهروندان و یا مردم تعریف می نماید. حالا کدام ادعا حق می باشد؟ ادعایی که شهروندان بیان می دارند و آن ادعا از طرف جامعه و از طرف دولت و از طرف ارزش هایی که در جامعه وجود دارد
مورد پذیرش و مورد قبول قرار گرفته باشد. یعنی چی؟ یعنی این که هر ادعا حق نمی باشد. کدام ادعا حق می باشد؟ ادعایی که سه شاخصه را حداقل داشته باشد. یک شاخصه یا یکی از شاخصه های آن این است که ادعایی که توسط جامعه به رسمیت شناخته شده باشد. یک شاخصه. شاخصه دومی ادعایی که دولت به رسمیت شناخته شده باشد. شناخته باشد. و سومین شاخصه ادعایی که در قانون پیش بینی شده باشد. پس هر ادعایی که این سه شاخصه را داشت عبارت از حق می باشد. دوباره یادآوری می کنم، ادعایی که توسط دولت به رسمیت شناخته شده باشد، ادعایی که جامعه بشری آن را پذیرفته باشد و ادعایی که در قانون پیش بینی شده باشد. اگر هر ادعا این شاخصه ها را نداشت، حق نمی باشد و تنها ادعا می باشد. تفاوتی که میان ادعا و حق هم وجود دارد همین می باشد. ادعا این شاخصه را ندارد، اما حق و حقوق این سه شاخصه هایی که بنده در مورد آن صحبت نمودم دارا می باشد. یکی از تعاریف همان قسمی که شما در اینجا هم مشاهده می نمایید همین تعریف می باشد. در اینجا گفته شده که حقوق جنبه اخلاقی، جنبه مدنی و برای توسعه مردم می باشد و نیاز است تا اینکه در جوامع بشری یک سلسله حقوق وجود داشته باشد. که در مورد حقوق که جنبه اخلاقی چگونه دارد و جنبه مدنی چگونه دارد صحبت مفصل انشاءالله که خواهیم داشت. تعریف دیگری که در مورد حقوق شده، در اینجا گفته شده که حقوق آن شرایطی از زندگی اجتماعی است که بدون آن هیچ انسانی نمیتواند خیشتن را پیدا کند. پس در اینجا حقوق شرایط تعریف شده. در قسمت بالا حقوق ادعا تعریف شده، ادعایی که از طرف دولت پذیرفته شده باشد، ادعایی که از طرف جوامع بشری پذیرفته شده باشد و ادعایی که قانون در مورد آن پیش بینی داشته باشد. در تعریف دومی حقوق شرایط تعریف شده، یعنی مترادف شرایط است. حالا کدام شرایط؟ شرایطی از زندگی اجتماعی. پس این شرایط منجر و منتج به چه چیز می شود؟ این شرایط منجر به پیدا کردن خیشتن انسان می شود. یعنی انسان می تواند خیش خود پیدا نماید، خود پیدا نماید. انسان می تواند جایگاه خود به وسیله این حقوق در جامعه تعریف نماید. پس شرایطی که بتواند جایگاه انسان در جامعه تثبیت نماید، یک سلسله امتیازات در اختیار انسان قرار دهد تا انسان بتواند خود در جامعه تعریف نماید و خیشتن خیش پیدا نماید، این شرایط عبارت از حقوق می باشد. پس شرایطی که منجر به پیشرفت انسان شود، منجر به تعریف انسان شود، منجر به تثبیت جایگاه و هویت انسان شود، آن شرایط عبارت از حقوق می باشند. تعریف سومی که از حقوق شده است، حقوق را می توان قدرت تعریف نمود. پس در اینجا حقوق ادعا می باشد، در اینجا حقوق شرایط می باشد و در اینجا حقوق قدرت تعریف شده است. کدام قدرت؟ قدرت لازمی و ضروری. برای چی؟ برای پیشبرد امور انسان به عنوان موجود اخلاقی. پس قدرت که ضروری است و لازمی است و این قدرت منجر به پیشبرد امور انسان می شود. حالا امور انسان کدام امور؟ امور سیاسی، امور اقتصادی، امور فرهنگی، امور اجتماعی، همه اون امور شامل می شود. پس اینجا حقوق عبارت از قدرت است. حق عبارت از قدرت ادعا شده. در اینجا فراموش نکنه کدام قدرت؟ قدرتی که ادعا شده و شناخته شده باشد و ادعا شده و مورد پذیرش و مورد رسمیت در جامعه قرار گرفته باشد و به دنبال آن خیر عمومی و صلاح همگانی موجود باشد. قدرتی که به دنبال خیر عمومی باشد و دنبال صلاح همگانی باشد و قدرتی که بتواند زندگی انسانه به پیش ببرد و انسان بتواند از آن طریق در جامعه با عنوان موجود اخلاقی عرض اندام نماید و به پیشرفت و به تکامل
دست پیدا کند. پس حقوق ادعا می باشد، حقوق شرایط می باشد و حقوق قدرت می باشد. حالا کدام ادعا، ادعایی که توسط جامعه شناخته شده باشد، کدام شرایط، شرایطی که منجر به تثبیت جایگاه انسان شود، کدام قدرت، قدرتی که بتواند امور انسان را به پیش ببرد، عبارت از حقوق می باشد. امیدوارم که در مورد چیستی حق و در مورد مفهوم حق تا اندازه وضاحت داده شده باشد. تعریف دیگری که در مورد حق وجود دارد، در اینجا گفته شده حق عبارت از ادعای منطقی و عقلانی است که از سوی جامعه شناخته شده و به واسطه دولت تنفیذ گردد. یکی از اندیشمندان به نام بوزان کویت این تعریف نموده. البته حالا کدام ادعا، ادعایی که توسط دولت پذیرفته شده باشد، ادعایی که توسط جامعه به رسمی شناخته شده باشد و ادعایی که قانون در مورد آن پیشبین باشد و ادعایی که عقلانی باشد، با عقل و منطق برابر باشه. هر ادعا حق شده نمیتونه، ادعایی که با عقل و منطق برابر باشد. شما تصور نمایید که اگر در همین اصل که دنیا تبدیل به دهکده جهانی شده است و تبدیل به یک دهکده جهانی شده است و هر اتفاقی که در این گوشه جهان بیفتد، آن گوشه جهان متاثر می شود. در همین شرایطی که تکنولوژی پیشرفت نموده، علم پیشرفت نموده و دنیا کوچک شده، نه از بعد جغرافیایی بلکه از بعد بالاخره این که انسان ها در تماس می باشن، در هر گوشه و کناره که قرار دارن، از طریق نت، از طریق تلفن و مسائل از این قبیل. حالا در همین شرایط، این شرایطی که اینقدر پیشرفت انجام شده است، اگر یک انسان بیاید و ادعا کند که من از افغانستان، من دیروز در بالاخره روی کره زمین بودم و امروز در فضا هستم، حالا این فردی که این ادعا میآید میکند، هیچ گونه ابزاری هم در اختیار ندارد، یعنی ابزاری که از طریق آن برود به فضا، پس قابل قبول نیست. چرا نیست؟ چون عقل نمیپذیرد. عقل این ادعا را زمانی میپذیرفت که این انسان اگر میگفت که من به فضا رفتم و در مدت یک روز به فضا رفتم و از فضا برگشتم، اگر باز هم امکانات در اختیار می داشت، امکان ازی بود که تا اندازه قابل قبول باشد. شما تصور نمایید که یک انسان میاد ادعا می کند، می گوید که من دیروز پیاده مثلا رفتم به آمریکا و پس برگشتم. پیاده به آمریکا رفتم و پیاده برگشتم. حالا با مدت یک روز امکان داره؟ نخیر. این عقلانی نیست. عقل انسان قبول نمی کنه و منطق قبول نمی کنه. پس آن چیزی که عقل انسان قبول نکرد و منطق انسان قبول نکرد، او قابل پذیرش در جوامع بشری هم نیست. پس حق نیه. و تصور کنن که یک انسان میاد ادعا میکند که کل همین کره خاکی از من است. آیا قابل قبول است؟ نخیر. این ادعاست، ادعایی که با عقل و منطق برابر نیست. این زمین مالک دارد، خدا هست، خدا مالک این زمین است، خدا مالک این دنیاست، خدا مالک این جهان است. پس وقتی اگر انسان بیاد ادعا کند که من مالک این زمین می باشم، قابل قبول نیست، چون عقل انسان قبول نمی کند، منطق انسان قبول نمی کند. بله، زمین مالک دارد و مالک آن خداست، نه بنده خدا. حالا یک فرد رئیس جمهور می باشد، ولی او مالک او کشور نیست. در شرایط در عصر کنونی حتی رئیس جمهور افغانستان مالک افغانستان نیست. و اگر مالک باشد، مالک باید حق داشته باشد تا اینکه یک سلسله تغییراتی بیاورد به جنسی که او مالکیت از او جنس داره. مثلا من وقتی مالک یک موتر می باشم، باید حق داشته باشم تا اینکه اون موتر رو بفروشم. خب کسی حق از من گرفته نمیتواند. حالا اگر یک فردی هم مالک یک کشور باشد، باید حق داشته باشد که آن کشور اگر میخواهد بفروشد، ولی نمیتواند. رئیس جمهور یک کشور نمیتواند تمامیت ارضی کشور به فروش برساند، چون مالک آن کشور نیست. پس وقتی یک فرد مالک میباشد، مالک حق داره که هر گونه تغییری که میخواهد و هر کاری که میخواهد بر جنس خیش، بر آنچه که او تملک داره، به او انجام بده. پس حالا
ادعا کدام ادعا؟ ادعا حق است، ادعایی که با عقل و منطق برابر باشد، او حق است. یک فردی بیاید ادعا کند که کل هرات از من است، آیا این حق است؟ نه خیر. چرا حق نیست؟ به خاطر این که بر اساس عقل ما، وقتی در ترازوی عقل ارمیایم سنجش میکنیم، قابل قبول نیست. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که هرات مثلا شهر اوست، یعنی هرات جز اشیای اوست و او مالک مطلق مثلا هرات است. بله، همه شهروندان جز مالکین هرات می باشن، اما اگر یک شهروندی بیاید ادعا کند که هرات از من است و من حق دارم که هر گونه تصمیمی می خواهم در مورد هرات بگیرم، آن ادعا حق نمی باشد. چرا؟ چون در ترازوی عقل قابل سنجش نیست و به زمانی که ما اون می سنجش میکنیم جواب نمی دهد. پس هر ادعایی که عقل انسان قبول نکرد، او حق نمی باشد. کدام ادعا حق است؟ ادعایی که در ترازوی عقل قابل پذیرش باشد و قابل سنجش باشد، وزن شود. تعریف دیگری که در مورد حقوق شده، حقوق چیزی بیشتر و یا کمتر از آن شرایطی نیست که برای پیشرفت انسان ضروری و لازم است. دکتر بنی پاراسات البته یکی از تعریف دیگر انجام داده. این تعریف قبلا در صفحه قبلی هم اگر شما توجه کرده باشین شرایط تعریف شده که عین چیز از تعریفی که لاسکی از حق ارائه داده است با تعریفی که دکتر بنی پاراسات از حق ارائه داده است یک چیز است. شرایطی که منجر به پیشرفت انسان شود. خب حالا برای جنبندی بس میتوان گفت حقوق عبارت از ادعای معمول و شناخته شده مردم. پس کدام ادعا؟ ادعای معمول شناخته شده، مورد پذیرش قرار گرفته شده، عقلانی و منطقی در یک جامعه بوده که موجودیت آنها برای توسعه پیشرفت انسانها به عنوان انسان لازم و ضروری است. پس ادعایی که مورد پذیرش دولت باشه، مورد پذیرش جامعه باشه، مورد پذیرش قانون باشه، مورد پذیرش عقل و منطق باشه، و ادعا عبارت از قانون، عبارت از حقوق است. والا این ادعا منجر به چه می شود؟ منجر به پیشرفت انسان می شود. بحث دیگر در مورد ویژگی های حق صحبت می کنیم. حق دارای چند ویژگی که در اینجا در مورد آن صحبت شده. حقوق فقط در جامعه وجود دارد و مسئول زندگی اجتماعی است. البته من و شما در مورد یک سلسله نظریه هایی در مورد حقوق صحبت خواهیم کرد که باز بحث حقوق طبیعی مطرح می شود که تا اندازه با این جمله منافات دارد، یعنی این جمله تا اندازه نفع می نماید. اما آنچه که از این ویژگی برمی آید اینه که حقوق مسئول جامعه است، حقوق مسئول دولته، حقوق مسئول قانون است. حقوق چیزیه که جامعه به انسان برمقان می آورد، یعنی چیزی که بیرون از جامعه بشری وجود داشته باشد نظر به این تعریف حق نمی باشد. چه چیزی حق می باشد؟ چیزی که دولت به شهروند بدهد، چیزی که البته دولت دموکراتیک هدف است. دولت غیر دموکراتیک؟ نه خیر، دولت دموکراتیک، هر آن چیزی که جامعه دموکراتیک و دولت دموکراتیک و نظام‌های دموکراتیک به انسان‌ها به ارمغان بیاورند و یا بدهند و یا به رسمیت بشناسند، نظر به این ویژگی حق می باشد. دومین ویژگی، از آنجایی که حقوق افراد در بستر جامعه با آنان اعطا می شود، پس حقوق شهروندان منافات با جامعه نداشته باشد و علیه جامعه به کار گرفته نشود. بله، پس حقوق در بستر جامعه تعریف می شود. حالا اگر چیزی منافات داشت با ارزش های جامعه، با فرهنگ جامعه، با هنجارهای پذیرفته شده جامعه، آن حق نمی باشد. چرا؟ چون حق نباید ارزش های جامعه نفع نماید و نباید در تضاد با ارزش های جامعه قرار داشته باشد. به طور مثال ما در کشورهای غرب یک سلسله حقوق داریم که برای شهروندان آنها به رسمیت شناخته شده است، اما در جامعه ما مورد پذیرش جامعه ما قرار ندارد. نه دین ما میپذیرد و نه جامعه ما میپذیرد و نه فرهنگ ما آن ارزش ها را میپذیرد. پس وقتی نپذیرفت، در اینجا آنها جزء حقوق تلقی نمی شوند. ممکن است در آمریکا حقوق باشد، در
فرانسه حقوق باشد، در ایتالیا حقوق باشد، اما در افغانستان حقوق نمی باشد. چرا نمی باشد؟ چون آنها منافات دارند با ارزش های جامعه ما. به طور مثال مسئله همجنسگرایی در غرب، در برخی کشورهای غربی پذیرفته شده. حالا بالاخره حقوق آنها به رسمیت شناخته شده، حق ازدواج به هم نوع، بالاخره از بعد جنسیتی البته هم نوع هدفم است، داده شده، ولی در افغانستان نه. در افغانستان حق به نام حق همجنسگرایان وجود ندارد. حتی منافات، چرا؟ چون با ارزش های جامعه ما، با ارزش های اجتماعی ما، با ارزش های دینی ما و با ارزش های فرهنگی و با هنجارهای جامعه ما در تضاد می باشد. پس آنچه که در ایران ممکن است حق باشد، در افغانستان ممکن است که حق نباشد. آنچه که در پاکستان ممکن است حق باشد، در افغانستان ممکن است که حق نباشد. آنچه که در افغانستان به عنوان حق شمارده می شود، ممکن است که در آمریکا به عنوان حق به رسمیت شناخته نشود. به طور مثال بحث تعدد ازدواج در اسلام و در افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی پذیرفته شده. یک فرد حق داره، یک مرد حق داره که بالاخره چندین ازدواج انجام دهد. اما در کشورهای غربی، در خیلی از کشورهای غربی تعدد ازدواج به رسمیت شناخته نشده، به عنوان حق قبول ندارند. نه تنها به عنوان حق قبول ندارند که بلکه ممکن است که جرم تلقی شود. حق طلاق در دین مبین اسلام به رسمیت شناخته شده و در جامعه ما به رسمیت شناخته شده. حالا زوجی که نمیخواهند بالاخره با همدیگر زندگی نمایند، مشکل دارند، تفاهم ندارند، میتوانند از همدیگر جدا شوند. حالا این حق ممکن است که در یک کشور دیگری به رسمیت شناخته نشده باشد. پس بنابراین حق از این لحاظ یک پدیده نسبی است، نسبت به زمان و نسبت به مکان تغییر می کند. آنچه که امروز حق است ممکن است که فردا حق نباشد. آنچه که امروز حق نیست ممکن است که فردا به عنوان حق تلقی شود. و آن یا از بعد زمانی کلمه البته و از بعد مکانی کلمه، آنچه که در افغانستان و در این جغرافیا به عنوان حق تعریف می شود ممکن است که در آمریکا به عنوان حق تعریف نشود و ضد حق باشد و ضد ارزش های جامعه قرار گیرد. و آنچه که در آمریکا به عنوان حق تعریف می شود ممکن است که در افغانستان به عنوان حق تعریف نشود. پس حق از بعد زمانی و از بعد مکانی متغیر است. ویژگی دیگر گفته که همه شهروندان بگونه مساوی باید از حقوق برخوردار باشند. در این جای بحث بیشتر نیست، بله، همه شهروندان از آنچه که به یک شهروند داده می شود به شهروندان دیگر هم باید داده شود. حقوق انسان ها مطلق نیست بلکه محدود است و این محدودیت ها برای سلامت، امنیت، نظم و اخلاق جامعه ضروری و لازم است. بله، حقوق پدیده نسبی است، پدیده مطلق نمی باشد و محدود است و تعریف شده است. وقتی میگوییم که محدود است به این معنا که تعریف شده است. چه چیز یا کیها این حقوق تعریف می نمایند؟ جامعه تعریف می نماید، دولت ها، قوانین موجود در جوامع بشری حقوق را تعریف می نمایند. این گونه نیست که بالاخره هر چه که انسان بخواهد به عنوان حق تلقی شود. نه خیر. به طور مثال ما نمی توانیم از دولت خود بخواهیم که بالاخره در خانه هر یک ما سرباز بیاید بگمارد. این امکان ندارد. پس اگر حقوق مطلق می بود باید امکان می داشت. اما حقوق مطلق نه، این حق ما نیست. بله، تأمین امنیت جزء حقوق ما است که دولت باید از جان ما، از مال ما، از آبرو و عزت و ناموس ما باید دفاع نماید. اما این که بخواهیم که در خانه هر یک ما بادیگارد باشد و یا بالاخره دولت یک سرباز بیاید تعیین کند تا اینکه از ما حفاظت کند، این امکان ندارد. در هیچ جای دنیا امکان ندارد، مگر اینکه خود ما فرد یا افرادی را استخدام نماییم که او بحث شخصی ماست. پس بنابراین حقوق محدوده، تعریف شده، یه مطلق نیست، نسبی است. حقوق و تکلیف پیوند ناگسستنی با هم دارن و نفع مکلفیت به معنای نفع حقوق و عکس آن صادق است. خب حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وقتی حق میگیم در کنار حق تکلیف وجود داره. وقتی ما حق میگیم، وقتی ما حقوقی داریم، در کناری که حقوق داریم مکلف هم میباشیم.
یک سلسله مکلفیت ها داریم. ما حق داریم که بالاخره آزاد باشیم، اما این جزء مکلفیت ما می باشد که آزادی دیگران همچنان به خطر نیندازیم. ما حق داریم که مسئول باشیم، به همین پیمانه این جزء وظایف ما و یا تکالیف ما می باشد که مسئولیت دیگران به خطر نیندازیم. ما حق داریم که بالاخره زندگی کنیم، پس این وظیفه ما می باشد که زندگی دیگران به خطر نیندازیم. در مقابل حق وظیفه وجود دارد، تکلیف وجود دارد. ما حق داریم زندگی کنیم و این تکلیف ما می باشد که زندگی دیگران به خطر نیندازیم و اجازه دهیم که آنها نیز زندگی کنند. در همسایگی به طور مثال، وقتی ما حق داریم که در یک همسایگی زندگی کنیم و همسایگان زندگی ما را مختل ننمایند، پس این وظیفه و تکلیف ما می باشد که ما هم زندگی آنها را مختل نسازیم و به خطر نیندازیم. پس در مقابل حق تکلیف وجود دارد و حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق وجود ندارد. وقتی ما حق میگیم، اگر تکلیف برداریم حق وجود ندارد. اگر تکلیف میگیم حق نداریم، پس تکلیفی هم وجود ندارد. ما حق داریم که دولت به ما آزادی بدهد، دولت امنیت را تامین کند، دولت برای رفع و آسایش ما گام بردارد و این جزء وظایف ما میباشد که به دولت مالیه دهیم، خدمت عسکری انجام دهیم و اگر لازم باشد از تمامیت ارضی خود و در کنار دولت ایستاد بشیم و از تمامیت ارضی خود دفاع نماییم. پس در مقابل هر حق تکلیف وجود دارد. حق بدون تکلیف وجود ندارد و تکلیف و مکلفیت و مسئولیت بدون حق هم وجود ندارد. آخرین ویژگی البته در بحث در اینجا ختم می نمایم، انسان ها زمانی از حقوق خود می توانند برخوردار شوند که حقوق آنها تنفیذ و اجرا شده و قوانین دولتی نیز از حقوق شهروندان حراست و پاسداری نماید. ولی چه زمانی ما میتونیم ادعا کنیم که حق داریم و حقوق ما چه زمانی برای ما داده می شود و اعطا می شود؟ زمانی که حقوق ما بالاخره در جامعه تنفیذ بشه و نهادی وجود داشته باشد تا از حقوق ما دفاع نماید، پاسداری و حراست نماید. اگر این گونه نباشد، حقوق ما به خطر می افتد. به طور مثال، چی زمان ما از آزادی برخورداریم؟ زمانی که یک نهادی نگهبان باشد تا از آزادی ما دفاع نماید که عبارت از دولت است. چی زمان ما میتونیم بالاخره از حق عدالت برخوردار باشیم؟ زمانی که نهادی وجود داشته باشد تا عدالت را تطبیق نماید، قوه مجری باشد تا عدالت را تطبیق نماید. چی زمان بالاخره ما میتونیم حق مالکیت را داشته باشیم؟ زمانی که یک نهادی باشد تا از مالکیت ما و از مال ما دفاع نماید. چی زمانی حق زندگی را داریم؟ زمانی که بالاخره یک نهاد باشد تا از زندگی ما حفاظت و نگهداری نماید، حراست نماید. پس بنابراین زمانی میتونیم ما بالاخره از حقوق خود برخوردار باشیم که نهاد برای تنفیذ آن و اجرای بالاخره آنها یا آن حقوق وجود داشته باشد. در غیر آن، حق و حقوق در جامعه به خطر میافتد. امیدوارم که تا اندازه توانسته باشم موضوعات را موشکافی کرده و حق مطلب را ادا نموده باشم. اگر سوال موجود بود، سوالات خود به بنده ارسال نمایید و انشاءالله تلاش می نمایم تا به سوالات شما پاسخ ارائه نمایم. تا جلسه دیگر و برنامه دیگر، در پناه حق باشید.